خانم‌ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود می‌فرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم می‌کنم. اولا قبل از اینکه برنامه‌ام آغاز بکنم، همیهنان گرامی، یک مسئله رو می‌خواستم یادآوری بکنم. روز یک شنبه‌ای که در پیشه، از ساعت 6 بعد از ظهر قرار تظاهرات بزرگی در برابر فدرال بیلدینگ در لس آنجلس انجام بگیره. اینی که دعوت کننده چه کسی است من اشاره نمی کنم، چون مسائل ملی احتیاج به دعوت نداره، فقط احتیاج به هماهنگ کننده داره. اینی که آقای امیر طراح لباس یک کار زیبایی کرده آمده و این شعار خلیج همیشه فارس رو مطرح کرده، کار بسیار با ارزش است. اما در برابر این کار ما هممون، همه ایرانی هایی که ادعای این رو دارند که چه در داخل و چه در خارج، موقعی که منافع ملی میهن ما به خطر میفته، همه یک پارچن. درست مثل این میمونه که یک قسمتی از بدن شما را از تنتون جدا کنن و شما همینطور بی تفاوت باشید، بگید خب حالا که به من آمپول بیهوشی زدن پس بنابراین مهم نیست. الان متاسفانه این رژیم ددمنش عقب افتاده متحجر روزخانها یه همچی حالتی در میهن ما به وجود آورده. کرخت شدن مردم، یه حالت بیهستی احساس میکنن، اینقدر مردم رو سرگرم مسائل شخصی و مسائل نمیدونم درمانی و مسائل زندگی خودشون کردن که برای خریدن یک مرغ باید ساعتها از ساعت 7 صبح تا 7 شب در صف بایستن تا بتونن یک مرغی بخرن و ببرن در مملکت. ما هیچ وقت سابقه نداشته در میهنمون که پای مرغ رو، اونجایی که پنجه های مرغ هست، اون رو بخریم و ازش سوپ درست کنیم. این کار شاید در یک کشورهای معموله، ولی هیچ وقت در میهن ما نبوده، هیچ وقت نبوده. و من بعضی وقتا این ایمیل هایی که به دستم میرسه یا تلفن هایی که از نقاط مختلف ایران بهم میشه، جوان ها و همیهنان ما مسائلی رو مطرح میکنن که باور کنید تصورش برای انسان غیر قابل قبوله. اینه به اون کسانی میگم که باز هم اشاره میکنم که میگن مردم بی غیرت شدن. نه، مردم ما بی غیرت نیستن. ما همیشه یک اکثریت خاموش داریم، این قابل قبوله، در همه جای دنیا هم هست که تا اون سوزن به اون رگ حساسشون نخوره بی تفاوتن در مورد مسائل. 2 سال پیش این جوانها مخصوصا زنان ما بودن که جامعه رو به تحرک واداشتن، طبقه روشنفکر و منورالفکر، همون روشنفکر منورالفکر که مال حالا این لغتهای عربیه. این بچه ها به خصوص دخترها و پسرهای ما بودن که آمدن بیرون و از یک روزنه‌ای که فکر میکردن باز شده آمدن اقدام کردن و دست این رژیم ددمنش دروغگوه دروغزنه کلاش رو برای همه جهانیان باز کردن. چون تا اون زمان هیچ جا در هیچ کشوری شما از جامعه ایرانی صحبتی نمیشنیدید. حتی همین آقای اوباما
در ابتدای زمامداریش نامه که می نویسه ابتدا به دولت می نویسه، به رژیم جمهوری اسلامی، و بعضی جمع از ملت اسمی ببره. ولی حالا همین دولت های غربی که در خواب عمیق بودن، یواش یواش بیدار شدن و متوجه شدن که این ملت دربند، این ملتی که 32 ساله جنایتکارترین حکومت‌های جهان رو داره تحمل میکنه، همیشه سرکوب شده، به بقیهانه ترین، وحشیانه ترین و ناعادلانه ترین طریق، ولی هیچ صداش منعکس نمیشده. ما در بیرون 80% فعالیتمون در درگیری با همدیگه است، یه 20% هم مربوط به میهنمونه. یکی به من گفتش که در بعضی از تلویزیون‌ها به تو فحش میدن. گفتم خب این طبیعیه، همه که نباید عقیده من داشته باشن. گفت نه، اون کسی که فحش میداد گفته باید بپرسیم که این پولا رو اینا از کجا آوردن. من حاضرم همه زندگیم رو برای اون کسانی که فقط کارشون تهمت و افتراز رو بکنم. خیلی هم ساده است اگر خواستن. همیانان گرامی، آقایون، کسانی که آقایون، خانم هایی که میان میشینین در برابر دوربین و در برابر میکروفون ها، اینقدر ساده نیست که ما اینجا در خارج از کشور شاهدیم. همونطوری که اون کسانی که در ایران میهن ما رو غصب کردن، هیچ کدومشون از اون رأسشون تا اون پایینشون صلاحیت اداره اون مملکت رو و اون مردم دارای سابقه تاریخی رو ندارن، در خیلی از این رادیوها و تلویزیونهای خارج از کشورم کسانی که میشینن در برابر دوربینها و میکروفونها و عربده کشی میکنن و به جای روشنگری پاچه این و اون میگیرن، اینم یه راه تقویت اون رژیم روزخانها و ملاهاست. دیدین که در خیابونها یه دوز دیر که دنبالش میکنن، همه میگن آی دوز دوز، اون دوزدم خودش میگه دوز، برای انحراف آدم ها. اینقدر این مسئله کسافت زدن به همدیگه، تهمت زدن به همدیگه، لجن مال کردن همدیگه در خارج از کشور و به خصوص در این شهر باب شده که هیچ کس متوجه نیست کی به کیه. نکنین عمیانان گرامی، تو رو به خدا، اون مردم رو در داخل دیدم. پریشب یه برنامه رو گوش میکردم، گوینده تلویزیون در برابر دوربین میگه اینقدر اینا سولاخ به وجود آوردن، نه یک بار، 200 بار اینو میگه سولاخ. هر کاری یه تخصصی میخواست. داشتم امروز به یکی از دوستان میگفتم، از این بچه های فنی خودم، گفتم امکان نداره من به خودم یا کسی اجازه بده که بیاد کاری که الان وارتان میکنه، من بیام بشینم جای وارتان بگم من میکنم. نمیتونم، چنون گندی میزنم که تمام تلویزیون میخوابه. مثل این میمونه که من برم پشت یه اتومبیل بشینم و بگم من میخوام بدون اینکه رانندگی کرده باشم خب رانندگی کنم، یا پشت یه هواپیما. تنها کاری که هیچ تخصصی نمیخواد کار ماست. کار ماست. و به همین دلیل تو این بازی بلبشویی که در خارج از کشور هست، شما میبینید رکیکترین حرفا، شنیعترین حرفا، سخیفترین حرفا در رادیوها و تلویزیونها گفته میشه و داره عادی میشه، در حالی که این میکروفون و این دوربینا حرمت داره. آخه هر کس که نمیتونه یادش نهت بزنه که یه مطالعه، یه اندوخته فکری، یه مسائل نمیدونم بروز شده، به قول این اصطلاحی که در ایران باب شده، بروز یعنی در جریان قرار گرفتن مسائل روز، و آخه نمیشه همینطور نشست جلو دوربین و در برابر میکروفون اراجیف و سرهم کرد، بعدم تلفونا رو باز کرد
یه 30-40 نفر آدمی هم که همیشه کارشون اینه، از این تلفن به یه تلویزیون دیگه، به یه تلفن دیگه، آقا مرسی از برنامه‌های قشنگتون، حالا طرف نشسته یه سری اراجیفو گفته، مرسی از برنامه‌های قشنگتون. یه عده حرفه‌ای، البته این توهینی به اون آدمایی که واقعا حرف دارن برای گفتن و روی خطا میان بعضی وقتا حرفای مسائل خوب رو مطرح میکنه، من به اونا نیستم، ولی به اونایی که مثل همین سولاخیا به قول خودشون میشینن اراجیف سر هم میکنن و از این تلویزیون به اون تلویزیون، اینو تحریک بر علیه اون یکی، اون یکی رو بر علیه اون. حالا روزی یک شنبه، یه روز ملی میهنان گرامی، روزیه که اسم خلیج همیشه فارس میهن ما رو این شیخکای اون برای خلیج فارس دارن به ضرب و زور پول و متاسفانه چون پول دارن، هم نفت دارن، هم پول دارن، هم گاز دارن و امکانات خرید میلیاردی اسلحه، و به دلیل ترس از لولوی جمهوری اسلامی، که به عقیده من این خودش یه تاکتیکیه دیگه، جمهوری اسلامی همچنان به عنوان یه لولو باید در منطقه باشه تا میلیاردها دلار اسلحه فروش بره. حالا کار این حالت بی‌حسی در میهن ما باعث شده اون رژیم که اصلا اون مردک احمدی نژاد میره میشینه زیر تابلوی خلیج العربی در امارات در دبی. یعنی اگه شما بگید این بشر کوچکترین حسی یا عرق ملی اینا، نه اون یکی، همشون از اون رأس تا اون پایین، میبینید که اینجا امت ملت چیه؟ میره تر یه امامزاده توی شیراز میشینه رهبر روزخانها، میگه این کاخهای طاغوت به تخت جمشید، میگه اونجا رو میرن تمرین تیراندازی میکنن، هیچ بعید نیست چند روز دیگه قبر شهدان بکنن وسط تخت جمشید، چند تا قبر شهدا رو بذارن و هیچ، دو تا امامزاده اونجا را بندازن، کمان که در جای دیگه دارن میکنن تو دانشگاه و فلان. چون اینا رژیمشون و وجودشون به روزخانی و اشک ریختن و ایناست. خمینی گفت همین روزه ها و همین گریه هاست که اسلام را نگه میدارد. منظور اسلام نیست، منظور روزخانه رو. خب راست میگه، اگه این اراجیف و اینا سر هم نکرده بودن از مردم اشک بگیرن، یه عده ملای بی سواد، یه عده روزخان بی شعور و یه عده مداح پیشورتر از همه اینا، اینا 1500 سال سوار مردم نمیشدن، مردمی که به اینا بار میدن، البته نه همه. الان یه گزارشی دارم، دو نفر، یکشون گفته من امام 13 هم، یکشون گفته من امام 14 هم. بعد میگن 300 تا امام زمان الان در زندان هاست، 4 تا هم گفتن ما خدایی، خود خدایی. چرا نه؟ در مملکتی که علی خامنه یه روزخان میشه رهبر بلا منازه، جون میلیون ها ایرانی در دست این آقاست، تو زندان ها شدیدترین کارهای حیوانی رو بر علیه دگراندیشان و همیهنان ما میکنن از زن و مرد، خب چرا اون طرف نگه من امام 13 هم، اون یکی بگه من 14 هم، بعد اونا دیگه بگه ما خود امام زمونه. یکی رفته اون بالا ادرار کرده، نمیدونم بارون اومده چی شده، دیوار یه نقشی افتاده روش، اینو میرن هزاران نفر میرن اونجا دست میمالن شفا پیدا کن. اینا جامعه رو اینطوری کردن، رمال و فالگیر رو نمیدونم اینا آمدن همه کاره شدن. خب همین چاه جمکران که اسفالت کردن و میلیون ها میلیارد ها تومان خرج کردن، چاه زنانه، چاه مردانه، نمیدونم چاه اکسپرس، چاه به اصطلاح معمولی، شما باید پول بنزید امام زمان برای که جواب بده، باید پول اکسپرس بدین تا این بنزین تو چاه زودتر جوابتون رو بده، بعد امام زمانم به فارسی جواب میده، خیلی جالب. بعد اون ابله آقای سعیدی، دیدید خوندم پریشب و دیروز براتون، میگه برای ظهور آقا 100 میلیون بسیجی احتیاج هست. برای چی؟ میگه برای اینکه آقا ظهور کنه باید هوای مقام معظم رهبری رو داشته باشه.
در حالی که ده همین اراجیفی که اینو سر هم کردن میگن آقا امام زمان زمانی ظهور میکنه که جامعه رو کفر گرفته، فحشا گرفته، فساد گرفته، و اینا دارن عوض میکنن داستانو. خب ولی که همش همه رو خودشون ساخته بودن دیگه، حالا این برون بر میکنن. شما دیدین که خاویارو اینا سالیان سال میگفتن آقا این حرامه، بعد اومد نه عجب چیز خوبیه، عجب پول توشه، یه شبه یه فتوا دادن حلالش کرد. گفتن سگه فرار میکرد، گفتن کجا فرار میکنی؟ گفت آقا گفتن هرچی حیوان از گوش کمه به سر ببرین. گفتن آقا تو که سگی؟ گفت آقا اگه این جانورانن که فردا گوشت منم حلال میکنن. برای آخون کاری نده، یه فتوا. این یارو شیخ ناصر مکارم شیرازی، همین مردک شکر فروش، میلیارد ها بلند کرده خودش و خانوادش و دامادش و اینا، میگه حالا مرغ برای چی میخوری؟ یا اون مرده که اعلم الهدای جانی دروغزن کلاش توی مشهد، میگه برین اشکنه بخوری. حالا تازه یه فتوا دارن میدن که مرغ به دلیل اینکه حیوان مخالف پروردگار بوده، پراش و کاری کرده خداوند نتونه بپره، پس بنابراین این حرامه. دارن حال فتواشو میدن. خب مرغ و فتوا دادین، فردا گوسفند چی؟ اونم نمیتونه بپره، اونم فتوا میدی. گاو هم همینطور. پس اگه اینطوره این سردار قوچلی چرا نمیتونه بپره؟ یا اون گاوایی که تو مجلس نشستن؟ عمیانان گرامی، روز یک شنبه روز اتحاد ملی باید باشه به عقیده من. من در حد خودم و برنامه خودم صحبت میکنم. ما ممکنه با هم از نظر عقیدتی آدم ها با آدم ها فرق کنه، خیلی هم خوبه. من مخلص آدمایی هستم که با دیگر اندیشان بحث منطقی میکنن و معتقد به عدالت هستن، نه اینکه بگن تو خفه شو من حرف بزنم. نه، اعتقاد دارم در یک جامعه پیشرفته باید ادیان مختلف باشه، افکار مختلف باشه، همه اجازه داشته باشن حرفاشونو بزنن، حتی این اسلامی ها که نشون دادن چقدر بیرحم و چقدر یک طرفه هستن. در اون جامعه میشه آزاد زندگی کرد، اما همه ما با همه افکارمون با همه ادیانمون هرچی که دینمون هست در یک مسئله همه متحدی، و اون احترام به سنت ها و اعیاد ایرانی و ملی، نه مذهبی، نه مذهبی، مثل مهرگان، مثل سده، مثل نوروز، فرق نمی کنه. شما زرتشتی باشی، شما کلیمی باشی، شما باهایی باشی، شما مسلمان باشی، فرق نمی کنه. همه ایرانی ها نوروز که میشه نوروز جشن میگیره، برای اینکه دینی نیست. اولین عید ملی در سراسر دنیاست. همه اعیاد مهم در دنیا مذهبیه، از کریسمس و ژانویه بگیری تا بعد. این فقط نوروز تنها عیدیه که اینم به دلیل اون تمدن درخشان ایرانه که مذهبی نیست، همه در شرکت داره. جشن سده هم همینطور، سده و بقیه اعیاد ایرانی، نه مذهبی. همینطوری که این اعیاد متعلق به همه هست، میهن ما ایرانم به همه متعلق، به اقوام ایرانی، به ادیان ایرانی و به همه مردم ایران با هر عقیده و نظر سیاسی. بنابراین عمیانان گرامی، من به عنوان یه فرد ساده، آدمی که حداقل تو این کارم، تو رشته کار خودم یه چیزایی بلدم، تجربه ای دارم، نشون بدیم روز یک شنبه که ما در مورد مسائل مملکتیمون با کسی شوخی نداریم. این داره دیگه کم کم تو وزارت دفاع آمریکا، تو وزارت خارجه آمریکا،
توی رجال آمریکایی این یواش یواش داره مد میشه که بگن خلیج عربی یا خلیج. اسمای تاریخی رو به دلیل کار بیزینس عوض کنن و این حیرت آوره. آقای اوباما این شیخک امارات متحده عربی رو میپذیره و میگه مسئله جزایر باید در دادگاه یا در طریق مذاکره مذاکراتی. من یه دفعه گفتم آقای اوباما شما میایید در مورد تکه‌ای از مملکت خودتون صحبت بکنید با دیگران؟ یعنی الان دولت مکزیک بیاد بگه آقا این کالیفرنیای شمالی و جنوبی مال ما بوده، بیا میشینیم صحبت کنیم یا یه دادگاه بپرسیم؟ پس چرا به ما این حرفا رو میزنید؟ این مسئله همگانیه، همین الان نگرامی. این مسئله مربوط به هممونه. بنابراین همه اون انسان‌های شریف ایرانی و همه کسانی که حتی ایرانی نیستن ولی حداقل انصاف دارن، من دعوتشون میکنم روز یک شنبه از ساعت 6 بیان فدرال بیلدینگ با هر نظر سیاسی، با هر دینی که دارن. و خواهشم اینه اجازه بدید یک محیط آرام در این تظاهرات به وجود بیاد، همه با هم دیگه در یک مسئله ملی بیاین توافق کنیم. این خیلی مهمه. اما همیهنان گرامی، بقای سوریه رو که آگاهی دارید، کار جنایت از دو طرف، این مسئله رو اگه یادتون باشه، من و همکارم دکتر مصطفی دانش از ابتدای مسائل سوریه به این موضوع اشاره می کردیم که در سوریه فقط این بشار اسد نیست که جنایت میکنه، چون اونو پدرش که از جانیان اون منطقه. اما این ور قضیه هم کسانی که دارن میخوان جایگزین بشن کمتر از اون نیستن، یه عده سلفی، یه عده القاعده‌ای، اخوان المسلمین تندرو، نه مثل مصریا، حالا مال مصریای خود سبکترن، برای اینکه اونا تمدن دارن، هرچند اینا هم دارن ولی اینا از دور بر آمدن. عده زیادی از این تروریست های چچنی و نمیدونم سومالی و اینا هم ریختن تو سوریه. یه فیلمی هست که حالا میبینیم که اینا طرفدارای جناح مخالف اسد، این طرفی هنوز به قدرت نرسیده، طرفدارای اسد رو میگیرن و مردمی که زندگی میکنن دیگه، حالا نه در دادگاهی نه معلوم شده جرم، اینا میبرن سینه دیوار تق 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 میزنن میکشن. در منطقه پره، میبینید در لیبی یه قلدار نشسته بود اون بالا با مسخره بازی دلغک بازی، یاد ایدی امین میافتادم من، که مردک با 250-60 کیلو مثل این سردار قوچلی خودمون نشسته بود به انگلیس ها میگفت که شما بیاین روی تخت روان، نشسته بود زمان قدر قدرتیش و در اوگاندا و سوار این تخت روان شد، گفته بود انگلیس ها باید بیان من این ور اون ور ببرن به عنوان برده. بعد در همون حال یه زندانایی درست کرده بود که تو این زندان ها از ببر و پلنگ و شیر گرفته تا حیوانات درنده دیگه، مخالفین مینداخت جلو اینا. حیوان بودن بعضی انسان ها رو نگاه کنه، حیف اون حیوان، البته حیوان خیلی انسانه، خیلی به اصطلاح چی میتونم بگم، شریفیه نسبت به این کارهایی که انسان ها بعضی وقتا میکنن. یه گزارشی میخوندم از همیهنان بابیمون در زمان ناصرالدین شاه، نوشته ی آقای بیژن معصومیان، برین تو سایت گویا نیوز همیهنان گرامی این مطلب رو بخونید، لازمه. من چندی قبل یه مطلبی در آمده بود، عده زیادی ایرانی امضا کردم، منم امضا کردم، که نوشته بود ما شرمگینیم از همیهنان باهاییمون. من اضافه میکنم ما شرمگینیم از باهاییان مملکتمون، از کلیمی های مملکتمون، از مسیحی های مملکتمون و از زرتشتی های مملکتمون و از مسلمانانی که مورد ظلم و جور قرار گرفتن، ما شرمگینیم. در این نوشته این آقای بیژن معصومیان یک کار خیلی تحقیقی زیبا کرده و شما وقتی این مطلب رو میخونید عشق میریزید.
که ببینید چه خبره. ما باید انسان باشیم در درجه اول. هی نگیم که ما آریایی هستیم، ما نمیدونم اینا رو نگیم، بگیم ما انسانی. شرف انسانی بهترین چیزه، هدیه ایست که میشه گرفت از طبیعت، از خدا، هر چی که شما قایم بذارید. انسان باشیم. میخونم براتون. نوشته نخستین بار نامی افسر اتریشی را در کتابخانه دانشگاه جورج واشنگتن در واشنگتن دی سی خواندم. حدود 25 سال داشتم. هرچه بیشتر مرور کردم بر حیرتم افزوده شد. خاطرم هست که انگشت به دهان از خود میپرسیدم آیا اینها حقیقت دارد؟ و یا کل این نامه ساخته و پرداخته یک داستان نویس چیره دست رمان‌های خیالی است که می‌داند چگونه احساسات خواننده را به بازی بگیرد و او را همزمان به اوج اندوه و همدردی بکشاند. نامه مذکور شرح کشتار جمعی بابی‌ها در ماه اوت 1852 بود. با ناباوری از خود می‌پرسیدم مگر می‌شود انسانی با انسانی دیگر چنین بکنن. حالا این داستان مفصله. سه نفر بابی تصمیم میگیرن به دلیل این همه ظلمی که به بابیا شده به ناصرالدین شاه سوء قصد کنن. ایشون در شکار که تشریف میبردن یه تیری در میکنن، این تیر گویا یه خراشی رو به پیشانی اعلی حضرت قدر قدرت ناصرالدین شاه وارد میکنه. خب این سه نفر رو میگیرن. خب کار خلاف کردن دیگه، به شاه تیر اندازی کردن. اینا رو میگیرن زیر شکنجه شدید. میخواستن انسانهای شریف دیگری رو به اسم بابیگری بکشن. 12 نفر از رهبران اینا تو زندان بودن که تعدادشون هم اسامیشون هست، چون خیلی مفصله نمیخوام اشاره کنم. این افسر اتریشی شاهد این فاجعه بوده. میگه اینا رو گرفته بودن، آورده بودن با قول و زنجیر، آوردن تو بازار نمایش بدن قساوت و ددمنشی رو. و جالب اینجاست که نوشته مردم در این همه جنایات پا به پای این عمله ظلم همکاری میکردن. اینا رو میگرفتن، شلاق میزدن پاهای مجروح اینا رو، روغنای جب این دیگای دیاغ داغ پر از روغن داغ، پاهای مجروح اینا رو میکردن تو این روغنا، میکشیدن بیرون و نعل اسب میکوبیدن به پای اینا و به اینا میگفتن بدوید. و اینا همطور که تو بازار حرکت میکردن بدن اینا رو مردم تکه پاره میکردن، گوششون و دماغشون و چشمشون رو در میآوردن. من همه این وقایع شنیع رو میگم برای که ما بدونیم همیهنان گرامی خرافات و بیفرهنگی چه به روز ما آورده. چشم اینا رو در می آوردن، گوششون رو، تکه از بدنشون رو می زاشتن تو دهنشون و با کتک می گفتن بخورید و بعد تکه پاره می کردن اینا رو با زجر و شکنجه. هزاران نفر از همیهنان ما رو به عنوان بابیگری و باهایی کشتن. یک دوران پهلوی ها بود که این سکوت برگزار شد، دیگه این اتفاقات نیفتاد. حالا تبعیض هم البته بود تو مسائل مربوط به ادیان، اما این جنایت ها نبود. دوباره بعد از این رژیم دوباره شروع شد. دوباره ببینید اینا، این همیهنان باهایی ما اجازه ایجاد یک قبرستان ندارن. این حیوانات میان این قبرها رو خراب میکنن، بولدزر میزنن این انسانایی که تو اون قبرها چال شدن، دفن شدن، میکشن بیرون. آخه اینا انسانن؟ نمیذارن درس بخونن، دستگیرشون میکنن، زن و مرد. آقای علامه زاده یه فیلمی درست کرد، برید این فیلمو ببینید. همیانانی رو این همه ظلم به یک اقلیتی که در ایران دوستی از هیچ کس کمتر نیستم. من نه باهاییم، نه با باهایی ها رفت آمد دارم، نه به من کسی کمک کرده از این باهایی ها. این حرفا رو میزنم فقط به عنوان یک انسان ایرانی دارم میگم، همونطور که راجع به همیهنان کلیمی مون میگم.
همینطور که راجع به مسیحی‌ها میگم. شما برگردید دوره صفوی ببین چه جنایتایی کردن اینا با همیهنان نمیدونم کلیمی ما و با همیهنان مسیحی ما. اینا رو از اصفهان ریختن بیرون، بردن در بدترین نقاط زندگی، گفتن زندگی کنید. بعد چون مسلمونیستی جزیه بدید از خانه زندگیشون. بعد یا باید این کارا رو بکنی یا مسلمان بشی، که عده زیادی مسلمانه، دروغکی مسلمان شد. ما اینقدر ظلم هم کردیم آخه. من شرمگینم و میدونم عده زیادی از شما هم همینطور این عقیده منو دارید. ما در بزنگاه تاریخی هستیم همینان ایران. این رژیم رفتنیه، هرچند که 5 تا نسل و 4 تا نسل رو نابود کرد، از جمله نسل ما رو. ما کوشش کردیم، کار کردیم. من در بندرعباس، در تلویزیون بندرعباس، تو اتاقایی که 40 درجه گرما بود زندگی میکردم، تو استودیویی که زیر فقط یه مایا میپشتم، بالا کراوات میزدم مثل اینجا. اینقدر بیوسیله بودیم. این رضا قطبی خودش میومد لخت میشد با بچه ها، مدیر عامل تلویزیون، پسر دایی اولیا حضرت، کار میکرد. آدم های شریفی که کار کردن تو من بکرد. یادمه همین آقای منوچهر پیروز که استاندار استان ساحلی بود، بعد استاندار فارس هم شد، انسان بسیار شریفی که توی فرانسه با پول اندکی که 250-300 یورو دولت بهش کمک میکنه زندگی میکنه. این شیخک های جنوب خلیج فارس افتخارشون این بود که میومدن اونجا برای خودشون قصر میخریدن، درست میکردن، بیان شکار هوبره. و من یادم نمیره یکی از این شیخک ها به دلیل اینکه یکی از افراد دوربرش نمیدونم کار خلاف کرده بود، قرار شده بود فردای اون روز گردن بزنه اونو تو بندر عباس. و به پیروز گفته بودن، آقای پیروز یک پیغام فرستاد برای این که اگر تو دستور بدی گردن کسی اینجا بزنن به جرم جنایت میگیریمت. و این شیخک ها فوری ریختن تو کشتاشون در رفتن. حالا ببینید قطر و عربستان سعودی و این شیخک ها به کمک این ترکیه چه بلایی دارن سر مملکت ما میارن. این ور ادعای خلیج عربی میکنن، اون ور جزایر از ما میخوان، این ور نمیدونم ترکیه برای ما رجز میخونه. برای چی؟ برای اینکه یک دولت بی اقتدار، بی ارزه، یه ادعای آخوند بی سواد در رأس اون مملکت هن. آدمی مثل علی خامنه ای نه انتخاب شده از طرف مردم، مردم نقشی نداشتن. بنابراین برای این آدم باید یه حالت قدسی درست کنن دیگه، بگن این قدیسه، چون مردک نه سواد داره، یه روزخان بوده، حالا اومده در رأس رژیم قرار گرفته. مردم هم که انتخابش نکردن، حالا باید بگن خداوند انتخاب کرده دیگه. سرنوشت 75 میلیون مردم مملکت ما در رأس این مردک اومده صحبت کرده. حالا بعد از این که این جنگکاری‌ها رو درآوردن، مملکت رو به بن‌بست کشوندن، اون گروگانگیریشون، اون جنگ احمقانه‌شون که 8 سال 5 سالش رو بی خود طول دادن، بعد هم گفتن جام زر و سر، همین جام زر، بعد کشتار سال 67، حالا مملکت رو به روزی نشوندن که مردم میریزن مرغ ندارن بخورن، نون ندارن بخورن، میگن نخورید، اشکنه بخورید. مردم اشکنه بخورن، فردا پیاز نیست. آخه اشکنه هم پیاز باید باشه توش، باید روغن توش باشه، باید تخم مرغ توش باشه. آخه اشکنه همینطور که با آب اشکنه درست نمیکنه که. بعدم چرا شما گردن کلفتا مملکت ما رو تاراش کنی، مردم بکنه اشکنه بخورن؟ چرا؟ مگه شما نگفتید که اون رژیم، اون پدر و پسر مملکت رو تاراش کردن به اسرائیل نمیدونم فلان؟ خب شما که اومدید چرا مملکت رو به اینجا کشیدید؟ ببینید چی گفته. نوشته ایران امروز در یک مقطع ماندگار تاریخی و حساس قرار دارد. اینو رئیس روزخانه گفته. کشور در حال پیشرفت است
و هیچ بنبست و مشکل برطرف نشدنی در حرکت روبه جلوی ملت ایران وجود ندارد. ملت ایران چرا میگی؟ تو کی هستی که از ملت ایران صحبت میکنی؟ ملت ایران شما دو سال پیش تو خیابون این لاتاب و اراذل اوباشتون با زنجیر و قمه و اینا زدن آدم ها رو زیر کردن. ملت ایران بگو این اراذل اوباش دوره ورن. ملت ایران در وسط میدان است و مشکلات و فشارها کوچکترین اثری بر تصمیم اراده و آرمانهای این ملت ندارد. باید برویم دنبال اقتصاد مقاومتی. تولید ثروت از طریق منابع تمام شدنی همچون نفت خودفریبی است. نباید خام فروشی کنیم. باید برسیم به باور بستن اختیاری در چاهای نفت و توقف خام فروشی بعد از تحریم نفتی. حالا ایشون تازه یادش افتاده که در چاهای نفت رو ببندی. خب در چاهای نفت رو ببندی از چاهای جمعکران میخوایم پول دراری؟ از کجا پول دراری؟ 95% اقتصاد مملکت ما یا پتروشیمیه یا گاز یا نفت. میخوایم چیکار کنی شما؟ حالا آمدن امیانون گیر برای اینکه بدونی چه خبر وضعیت مملکت. تحریمای جدید رو به بارتان خواهش میکنم این تحریمی که امروز آقای اوباما امضا کرده اینو نگاه کنید از بی بی سی ببینید چه خبره تا بعد گزارش بعدی رو براتون بخونم. نمایندگان مجلس نمایندگان هم دموکرات ها و هم جمهوری خواه امشب 40 دقیقه پیش این تصمیم رو گرفتن و خیلی بیشتر از آقای اوباما این موادی رو که تحریم ها رو بیشتر و بیشتر میکنه آوردن توی لایحه شون و به تصویب رسوندن با اکثریت قاطع. از این به بعد جلوی فروش مسائل پتروشیمی رو هم خواهند گرفت و هر کشوری که پرچم جمهوری اسلامی رو برداره و یک پرچم کشور خودش رو بزنه به دروغ و نفت صادراتی ایران رو این برونور ببره اونا رو هم شامل این تحریم ها میکنه. بسیاری از اینا که مفصله، اما مطلبی که میخواستم بگم اینه. همین قراره در پایان ماه رمضان در تهران جنبش عدم تعهد یک کنفرانس بزرگ تشکیل بده، کنفرانس جنبش عدم تعهد. برای این کار اینا اومدن یک خبرگزاری جنبش عدم تعهد هم درست کردن، گفتن این روزنامه نگاران و خبرگزاری های استکبار جهانی اوضاع ایران رو دگرگونه جلوه میدن و ما میخوایم به دست مردم جهان خبرهای دست اول برسه. اون پرس تیویشون رو دیدیم در وسط لندن اومدن تلویزیون پرس تیوی درست کردن، مثل اینکه به مثلا بی بی سی اجازه بدن وسط، یا مثلا به تلویزیون ما، چرا بی بی سی، به تلویزیون ما اجازه بدن ما وسط تهران بریم یه استودیو. اینا میگن آخوند اینه دیگه، یعنی کسی که فقط میگه من، میگه خبرنگار بی بی سی نباید تو ایران باشه، خبرنگار دویچه وله نباید تو ایران باشه، خبرگزار تلویزیون آمریکا نباید باشه، خبرگزاری های خارجی نباید باشن، اما همین رژیم دستگاه عریض و طویل تلویزیون پرس تیوی رو بند تو لندن میذاره. خواهر چه میدونم خواهر زن آقای بلرم میشه یکی از گوینده های معروفش که بعدن استفاده. و این جالبه که زندانیان سیاسی رو که به زور شکنجه آوردن ازشون به اصطلاح اقرار گرفتن در تلویزیون پرس تیوی به زبان انگلیسی تو لندن پخش می‌کردن. حالا جلویشون گرفتن ولی مثل که هنوز هستن. آخوندن دیگه. میگن ما اجازه همه کار داریم، اجازه داریم از ماهواره‌های بین‌المللی برای ایرانیان خارج از کشور و عوامل تروریستمون در خارج، ایرانیا که به اونا نگاه نمی‌کنن، حالا استفاده بکنیم، ولی این کشورها اجازه ندن از ماهواره برای مردم ایران استفاده کنن. آخوند رندی آخوندی دیگه همین. حالا گفتن در ماه آخر ماه رمضان این کنفرانس غیر متعهدها در تهران، جنبش غیر متعهدها در تهران برگزار میشه. 3000 نفر دعوت شدن، 3000 نفر که با دوروریاشون حتما به 5000 نفر میرسه. تهران رو میخوان 15 روز تعطیل کنن، چون گفتن درست از بعد از عید فطر شروع میشه، یعنی 5 ماه آینده
پنجم یا ششم سپتامبر، نمیدونم دقیق نمیدونم سپتامبر چه موقعیه، که روزنامه های ایران حساب کردن از عید فطر تا برگزاری 15 روز طول میکشه و اینا تصمیم گرفتن تهران رو خلوت کنن، 15 رو تعطیل کنن، برای اینکه اینا بتونن رفت آمد بکنن و از نظر امنیتی این 3000 میهمان رو حفظ کنن. حالا شما فکر کنید تو این شرایط بیچارگی مردم ایران که مرغ ندارن بخورن، حالا چه مهمونی هایی خواهند داد؟ عوامل خودشون رو دعوت میکنن به عنوان جنبش عدم تعهد. نوشته که بسیاری از هتل‌های جدید ساختن، خونه های جدید ساختن، خونه های بسیار شیک برای این رهبران کشورها. همین ما یک کار دیگه میتونیم بکنیم. روز یک شنبه که رفتیم در برابر فدرال بیلدینگ، این خطاب من به همه اون کسانی است که برنامه منی میبینن، چه در داخل چه در خارج و هر کشور دیگه، بیایم این جشن عروسی اینا رو به عزا تبدیل کنیم، بیایم اعتراض بکنیم به همه کشورهایی که به عنوان عدم تعهد میخوان برن در کنفرانس تهران، بیان عکسای شکنجه شده ها رو، اعدام شده ها رو، اون زنان و مردانی که در مملکت ما به دست این اراذل و اوباش زندگیشون نابود شده اونا رو نشون بدیم و حداقل اگر اینا میرن با شرم برن تو اون مملکت. آقای قدیانی از خودشون، ابوالفضل قدیانی جزو همین گروه مجاهدین ایران اسلامی، زنجیر به پاش کردن، کتکش زدن، بیماری میخواستن ببرنش بیمارستان، کتکش زدن بعد بردنش وسط راه، فریاد میکشید روز این سایت کلمه اینا نوشتن، فریاد میکشید تمام این اتفاقات که برای ما میفته تحت نظر رهبریه. یعنی رهبر میدونه چه کسایی رو کجا بگماره تا صدای مردم رو خفه کنه. میدونی چیکار کردن؟ گفتم به شما که همینان گرامی، اینا میرن آدمایی رو گیر میارن که در جنایت بی سابقه باشن تا سر یه کار بذارن. یه مردکی رو به اسم علی اشرف رشیدی، این رئیس سابق زندان دیزل‌آباد کرمانشاه بوده، یعنی زندانی که در جنایت و ددمنشی کت همه رو از پشت بسته، این آدم به دلیل این جنایتی که کرده حالا کردنش رئیس زندان‌های ایران و مخصوصا اوین. اینه دیگه، شما توقع دارید از یه روزخان که با شالاتان بازی رفسنجانی اومده شده رهبر، آدمایی که دوره برشن یه عده دانشمند باشن؟ خب باید مثل احمدی نژاد باشن، باید مثل رحیمی باشن، یه عده دزد و جانی، مثل نقدی، مثل اون سردار قوچلی، اینا هستن که فرامین این مردک رو اجرا میکنن، وگرنه آدم حسابی که حالا میبینین الان دوره بر اسد و یکی یکی تا به حال 25 تا جنرال اسد در رفتن، چند تا وزیر و چند تا سفیر و 2200 تا این آمارای اخیرشونه سرباز و گروهبان و اینا در رفتن. بذارین یه خورده دیگه بوی الرحمن این رژیم درات، همه در میرن. این خاصیت حکومت‌های دیکتاتوریه. بذارید در ایران این سوریه سقوط بکنه تا پشتیبان اصلی اینا برای رسوندن اسلحه به تروریستای حزب الله و جهاد اسلامی و حماس از بین بره و من بهتون بگم بوی الرحمن رژیم بلند شه، ببینید چقدر از این سرداران نامحترم دزد، نه افراد عادی، فرار میکنن و چقدر از این رهبران فعلی رو بهشون سوء قصد میکنن، میکشنشون مردم، در حالی که نباید اینطوری باشه. اینا همه باید در برابر دادگاه‌های ملی قرار بگیرن. همین گیرن. بله. 7 نفر از ایرانی ها رو تو لیبی گرفتن. مال صلیب احمر، صلیب نمیدونم سرخ که. رفتن اونجا هلال احمر ببخشید. پر اون جمعیت شیر خورشید و به اون زیبایی رو برشتن هلال احمرش کرد. مثل سایر کشور. حالا 7 نفر اینا رو گرفتن در لیبی، همون انقلابیون لیبی که این رهبر روزخان ها میگفت اینا از ما الهام گرفتن و همه طرفدار ما، دارن بازجویی میکنن ازشون که اینا به عنوان جاسوس اومدن اینجا. در سوریه هم که میدونید تا بال چندین دسته از اینا رو گرفتن. اینا نتایج حکومت ملاها و آخونده و روزخان ها در میهن ماست. یک شنبه رو فراموش نکنید همین میگرم. این وظیفه ملی هر ایرانیه.
سپاسگزارم به برنامه من توجه کردید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.